هموطنان گرامی، سلام و درود بر شما. امروز 15 جون است، اما شب گذشته بمباران‌های بسیار سنگین در شهرهای مختلف اوکراین صورت گرفته و این پس از شکست ضد حمله اوکراین بوده و پوتین تلفات اوکراین فاجعه بار خوانده و حتی لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس رقم 40,000 نفر بیان کرده. ما از جناب توفیق تماس که مسائل دنبال میکنه دعوت کردیم که اصل قضیه چی چیزی در اونجا اتفاق افتاده. توفیق صاحب، اوضاع از چی قرار است؟ سلام خدمت شما مامون عزیز. ما امیدوارستم که سیستم ساوند درست باشه، چون در کمیته قبلی کمک آواز درست نبود از طرف شما و از طرف مون. اگر بیندا میبینن یا که شما امید لازم میبینید، امیدوارستم درست باشه، برای اینکه پسان بول در بعد از نشر برنامه شکایت به بیندای ما زیاد نباشند. خب تلویحاً باید گفت مامون عزیز که ما جنگ وارد یک فاز جدیدی میشه با مردمان روسیه. بر موازی اوکراینی ها شدت بیشتر گرفته و امروز پوتین در یک بازدیدی که از سربازای که در جنگ زخمی شده بودند دیدن و همچنان ژورنالیست های نظامی برای اولین بار کسایی که در خط اول نبرد در عرصه کار پوش خبری کار میکردن و را ملاقات کرد. حتی با یک سوال بسیار خوب برخورد. سوال جالب است مامون عزیز. سوال درست است مامون عزیز؟ سوال درست است؟ از یک کنترول میکنم صدای خدا بفرمایید. درست است. با یک سوال بسیار خوب مطرح کرد یکی از خبرنگارای نظامی که مثلا در جبهه جنگ است. گفت شو وقتی شما از خط عبور میکنه ناتو و آمریکا، چرا شما وارد عمل نمیشین؟ و پرسشش طبیعتا این پرسش نه تنها او خبرنگار، بلکه اکثریت مردم در سراسر جهان در رابطه با انعطاف پذیری بیشتر پوتین و همچنان کند بودن ماشین جنگی مربوی بعد از یک سالی رو پرسان میکنه، حتی ما همچنان. اما به مسئله خوب اشاره کرد پوتین، اون گفت که امین که ما حداقل تونستیم مثلا انبارای اصلیه یا متجهیزات ناتو را که برهم میکنیم، این خود به خود عبور از این نیست، بلکه ما جو متقابل میتیم. یعنی به این مفهوم است ممنون است که جنگ وارد یک ابعاد جدیدی میشه و حال ما فکر میکنم که رای دیگه وجود نداره، به خاطر از اینکه هر آنچه که تجهیزات روان میشه قبل از اینکه در خط نبرد برسه از طریق هوا، از طریق ماوره ای منهدم میشه. یعنی ما فکر میکنم که دیگه حال چون این استراتژی که از طرف پوتین اتخاذ شده بسیار عرصه را تنگ ساخته برای اوکراینی ها، برای ناتو. حتی امروز دیدین که دیروز سرمنشی ناتو وقتی با آمریکا آمد در قصر سفید یک ملاقات که داشت، پیوسته بسیار دست پاچه بود، یعنی غرب و در مجموع رهبر آمریکا و مثلا سرمنشی ناتو، برای اینکه اینا با یک وضعیت رو برو شدن چون این چیز را تصور اینا نمیکردن که اتا اینا یادتان اگر باشه پیش بینی از یاد بود که امکان داره که تا قبل از یعنی یک سال پوره شوه امکان داره که دوباره ضد حمله که اوکراین آغاز میکنه ای به موفقیت میانجامه. ولی اجازه بدین من اشاره بکنم که چرا در ضد حمله اول که مامون عزیز زمانی که خرسون روسا با قید نشینی وادار شدن و لیمون شاره که اونجا سقوط کرد، اگه یادتان باشه ندیدم 6 ماه گذشته، چرا چی تفاوت زیاد وجود داره با این ضد حمله؟ او وقت روسا از لحاظ پراکندگی صفوف منظم نبودن، یعنی نتونستن که جواب متقابل بدن. ولی حال دیده میشه که روسا با یک استراتژی جدید ظرف این یک سال اشتباهات روسای اول را که روسا و همچنان ارتش روسیه داشت در کیف پرداخت کرد، دوباره او را تلافی میکنن. از اون روز من فکر میکنم که حال متمرکز بودن تهاجم روسیه بیشتر سر یک مسئله میچرخه که اینو اول انبارها و تجهیزات خطوط آهن زمانی که از پولند وارد میشه مثلا سلاح و تجهیزات، این باید در اسری وقت نابود شود. بعد از او وقتی که ارتش روسیه باشه، ارتش اوکراین خود میبینه با فقدان اسلحه و انبار لوجستیک دیگر روی وجود نداره. حتی همونطور که شما گفتین تلفات به حد است که پیشتر و می دخته به یک ویدیو یک ممه رسید دو دقیقه پیشتر با شما صحبت بکنم. حالا گپ به جایی رسیده که عساکر اوکراینی یا افسرهای اوکراینی تلفات چون به حد زیاد است که با
کفن و مثلا با تکی سفید آورده نمیشه، بلکه در خلطه های ترشک ما میگیم، یعنی این کثافات که مندازیم با اونو اندازه حتی اینا فقط در کامیون مندازن و روان میکنن به کیف، حتی به فامیلایشون نمیرسه. یعنی گپ به جای رسیده که اصلا تراکم اکسات و تلفات اوکراینی ها به حد است. حتی خود پوتین امروز گفت که به مراتب این تلفات بیشتر زیادتر شده رفته از طرف اوکراینیا و به مراتب تلفات روسا کمتر است، چون در یک محاسبه دقیق و سنجیده شده که از بالا مورد تهاجم قرار میگیره موازی اوکراینیا، من فکر میکنم که بیشتر تانسته مثلا دست پوتین یا دست ارتش روسیه را بالا بکنه. اما خب بدون شک امروز خبر رفتن یک جنرال بسیار ورزی روس هم کشته شد، باید مایی طرف هم باید بگیم برزی که روس هم مثلا تا حدود مثلا تا در حد قابل توجهی نمیشه، مثلا برزا گفت که تلفات او طرف هم نیست، تلفات این طرف هم هست، اما حجم تلفات طرف اوکراین بیشتر زیاد است برزی که اینا با یک آمادگی غیر متعارف ضد عمله را آغاز کردن و ضد عمله را اجازه بدین مومنس بگیم که تحت فشار غرب و آمریکا این عمله را آغاز کردن، چون قرار است که ماه جولای اجلاس ناتو در یک شورای عوضی بالتیک اونجا شکل بگیره و فشار فزاینده که سر شورای اروپایی بیشتر است، بخاطر که سرنوشت جنگ باید تعیین شود، برای که تجهیزات، تسلیحات و از لحاظ لوجستیک و حمایت کردن از این ای جنگ آیست آیسته تانسته که بر مردم خود کشورهای اروپایی اصلا توجیه پذیر نیست دیگه در ادامه از این جنگ، یا باید طرفه شد و یا ای که زلنسکی باید وادار بسازن که برای وارد میز مذاکره با پوتین شود، در غیر از باید ختم این جنگ باید اعلان شود. اما دیده میشه که هم از طرف پوتین این جنگ تندور جنگ شدت گرفته میره و هم طرف ناتو و امریکا بدید گرای ندارن. بفرمایید. خب اینجا یک چیزی است که این حمله از تمام جوانبش ما مطالعه کردیم شباهت با یک ضد حمله میتر پر دستاورد یا با دستاورد نبود، یک نوع خودکشی بود که در تمام چیزها دیده شد. اینجا از یک سو ماه آینده اجلاس ناتو است، رهبران غربی یعنی مشورهشان به اینجا کشیده که به هر طریق میشه اوکراین به داخل ناتو بیارین و عضویت ناتو را کسب بکنه، تا وقتی که اوضاع وخیم میشه روسا پیشروی را بیشتر میکنن دفعتا اوکراین غربی را خب بگیرند، یعنی قوای ناتو در اوکراین غربی پیاده شود، چون در او زمان دیگه حق دارن، یعنی چون اوکراین عضو ناتو میباشه. از یک سمت که دیدم هیچ اجماع بین کشورهای اروپایی وجود نداره، یعنی نه این طرف میتونن تصمیم بگیرن نه او طرف، یعنی فکر میکنین که اوضاع با کجا میره؟ خب اول خب بسیار این بحث منتفی است مامون عزیز که شامل شدن اوکراین با چنین ساختار قدرتمند مانند ناتو بسیار خب میشه با آدم با یک مهار از دیگه، یعنی که ناممکن است، برای بسیار بعید به نظر میرسه وقتی که یک بر چهارم اوکراین در دست روسیه باشه، یعنی متلاشی شده باشه، یعنی که الحاق شود به خاک روسیه، پس چطور میشه که اینا ادعا بکنن که ما اوکراین شامل ناتو میزنیم وقتی که عملا جنگ زبانه میکشه در سر تا سر اوکراین؟ چند تنها ما میبینیم که کیف امروز در دسترس تیم زیلنسکیز، لوبوف و خارکوف و ادیسا، این باقی جنوب و شرق اوکراین عملا از دست زیلنسکی حتی ناتو رفته دیگه. حالا بس بین ما بس بین ناتو و روسیه بگویم دیگه، اوکراین نیست، چون اوکراین به عنوان یک ابزار استفاده شد، تفاله شد، بالاخره از دان ناتو دیگه مبرایه دیگه، خلاص دیگه نیست. بم یک موضوع شما خوب اشاره کردین، در که صحبت قبلی هم گفتم که امکان داره که ناتو، حتی امروز من خبر دوباره ما شنیدم که ناتو امکان داره که این عکس تقریبا تحلیل ما است، این که ما با اخبار بشنام نشنام اون گپ جداست، ولی تحلیل ما است که مثلا امکان داره که ناتو وارد جنگ مستقیم با روسیه شود. اگر شود به این مفهوم است که غیر قابل کنترل بر دو طرف است. و به خاطر چی شما که در صحبت کمی تونم مام نزیفتین اشاره، من میخوایم توضیح بتم که آل آمادگی هایی که در چهار اطراف سرحدات روسیه گرفته میشه، در پولند، در بالتیک، ای به خاطر وضعیت فعلی نیست مامان عزیز. به یک موضوعی من میخوام این برتان بگویم، ای به خاطر پس از جنگ اوکراین است که روسیه را متوقف میسازن که بعد از اوکراین تلاش نکنه که پیشتر بره. همونطور که شما در صحبت قبلی شما گفتین که روسیه را نمیتوان متوقف زا، یعنی به خاطر از وضعیت فعلی نیست که آنچه که امروز در اوکراین میگذره، برای اینکه پروژه اوکراین یک پروژه دیگه شکست خورده، تصفیه شده
و متلاشی شده است زیر دست روسیه است دیگه. این از خاطر من فکر میکنم که آله تلاشای یا مثلا ما عجم صفوف ناتو را یا جمع شدن از یارک ما ببینیم در پولند یا در حوزه پر بالتیک یا امروز شما در آلمان دیدین که یک نوع تقریبا یک ائتلاف جدید شکل گرفت که تونستن یک نمایش قدرت بر ضد روسیه نشان بدن. یعنی خود تمام از این آیسته آیسته چنین حرکات و چنین تحرکات به منظور عزیز مون عزیز که اینا ناتو و امریکا پسا از شکست اوکراین حساب میکنن. این در وضعیت فعلی اینا جنگ باختن دیگه. این رای محمد که من قبلا هم گفتم اینا آنچه که داشتن در توان آنچه که اینا داشتن تمام انبارها تجهیزات شما امروز ببینید که پرخچای تانک های هبرمار دارم میدونم چلنجر یا کلش در دشت های اوکراین ما میبینیم. این اصلا تصور شما فکر نمیکردن. همونطور که شما گفتین انگومه برپا بود که میتونن که در تغییر وضعیت جنگ چنین آمدن تانک ها و چنین موشک های بسیار قابل توجهی که از طرف انگلیس داده شد، از طرف آلمان داده شد. حتی میخوایم یک طنز سیاسی رو براتون بگویم که وزیر خارجه آلمان دیروز گفت که نباید دیگه تانک های ابرما را به عنوان تانک های آلمان نامگذاری کرد. یعنی از لحاظ شرم و آبروریزی وزیر خارجه آلمان امروز خودش اعتراف میکنه که ما باید آهسته آهسته نباید بانه تفلک ما میگوان دفعه خیر فقط نمیکنه. به خاطر از این که دیگه ناممکن است، یعنی ناممکن است که چنین وضعیت یعنی غیر قابل کنترل شده و اینا در یک وضعیت هستن که دیگه الٹرناتیو دیگه ندارن. الٹرناتیو به این مفهوم است که غیر از اینکه اینا وارد یک جنگ شوند با روسیه، یعنی عملا ساختار قدرتمند خود ناتو آیسایسته در سرزمین اوکراین به عنوان افرادشان یعنی بیای حضور علنی داشته باشن. حالا خود دیدم یک در باخمود یک بخش قابل توجهی از این مشاورین شون شما خود دیدین که بود در ماریوپول بود گیر اومدن، ولی حالا دیگه برازیا مجبور هستن اوریانتر بن وارد میدان شوند. اوریانتر به این مفهوم است که مستقیما اینا جنگ با ایران بکنن با خود روسیه دیگه، برازی که خب اینا اوکراین ظاهرا در جمع مصرف حساب کردن. حال محاسبات از اینا است که پس از اوکراین چی شوه؟ به می خاطر است که در پولند بسیار قوای اروپایی تجمع کرده و مثلا یعنی به اصطلاح نشانه های از یک رویارویی مستقیم هست، مگر این رویارویی مستقیم به اروپا چی دستاورده خواهد داشت؟ خب ببینین اینجا یک مشکافی باید بکنیم مامون عزیز که اروپا در یک معامله بسیار غیر متعارف و عوامفریبی آمریکا گیر کرده و آیسته آیسته لوح میشه. به این مفهوم که من فکر میکنم که بعد از شکست اوکراین، یعنی بعد از اینکه مسئله اوکراین ختم شود و محاسبه شده است که اروپایی ها مجبور هستند که در یک چارچوب شکست تدریجی کنار بیاین با روسیه، اما چون برازیا وجهشان قبول نمیکنند مستقیم با پوتین بشینن مذاکره بکنن، مجبور هستن دست دامان به طرف چین برن. و نهال ببینید اینجا بوریکین مثلا نگاه کنین، وقتی که مسئله اوکراین تصفیه شود، یعنی شکست خود عملا ناتو و غرب قبول بکنه که اوکراین یک پروژه عدس رفته شده دیگه، اروپایا مجبور میشن که معامله بکنن در چارچوب فردا یا مثلا وضعیت جنگی مثلا دیگه که باختر از اینکه کنترول رو پوتین داشته باشن که یعنی پیشرفت نبه، یعنی که پیشروی نکنن، مجبور هستن که وارد معامله با چین شون. اینا رو چین هم یک شرط داره. چین شرطش ایست که اروپا رو میخواد که آیست آیست جدا بکنه و فاصله بده با امریکا، و این خود به خود زمینه عزیز مساعد میکنه که آیست آیست دیگه اروپای مجبور هستن با پوتین وارد متارکه شوند نه با آمریکا، چون آیست آیست خود از یاد درک تصویر جدید درک وضعیت جدید آیست آیست مجبور هستن که در تغییر وضعیت جنگ همچنان آیست آیست با چین وارد معامله شوند، و این خود به خود جان چند قطبی را آیست آیست ما در شکلیات جدید از این درک فاز جدید آیست آیست نگاه میکنیم. چون اوکراین نقطه عطف بود، میدان اول بود، آزمون جدید بود که آیست آیست ایر پوتین شروع کرد. از اون روز من فکر میکنم که حالا اروپایا گیر ماندن بین روسیه و بین آمریکا. از این لحاظ برازیا دیگه بسیار مشکل است که نمیتونن مثلا اینا که
مستقیما وارد گفتگو با پوتین شوند، مجبور هستند که از کانال چین آهسته آهسته پس از جنگ اوکراین اروپا یک نوع آهسته آهسته مستقل شود از امریکا. برزی که حالا اروپای فامیدن امی شما پیشتر گفتنی امی اجلاسه که در مای جولای در اوزی پریبورتیک دایر میشه، فشار فزاینده زیادتر متوجه کشورهای اروپایی است. مامون عزیز بر امریکای ها اصلا قدر مهم هم نیست، یعنی قدر فشار مهمیز در سر امریکا نیست، سر اروپایی هست. برزی که اروپایی هستن که تحصیلات بیشتر، این یک دلیز ایجاد شده بین اوکراین. شما بینه کمی یک دلیز اوکراین خب در روزش طرف اروپا زگه، خب امریکا خب بسیار دور است، این امریکا خب هم از لحاظ آسیب پذیری بسیار دور است، تنها منافعش در منطقه است، ولی بیشتر آسیب پذیری را کشورهای اروپایی میکنه. این بیچاره اروپایی است که چوب سوخت جنگ آمریکا با روسیه شدن. از رو من فکر میکنم که در فاز جدید، در تصویر جدید بعد از پس مسئله اوکراین، مجبور است که اروپایی‌ها با چین برن وارد مذاکره شوند، غیر مستقیم به روسیه بگن، و مجبور است که چین هم شرایط خود برش قبول بکنه که آسان فاصله گرفتن کشورهای اروپایی آساسا از امریکا و در زیر جالب چین مجبور است که اینا دیگه اینا کنار بیندن، غیر از اگر رای وجود ندارن. بفرمایید سوال دیگه دارم. خب اینا کارهایی میکنن که به اصطلاح یک نوع انباق سازی دارن بر روسیه به طرف چین دور کردن، یک دیپلماسی انباق سازی است. بنابراین این چی نتیجه خواهد داد؟ اصلا این روسیه را متوقف نمیکنه در استقامت های اروپا. خب ببینید یک مسئله دیگه هم هست مامون عزیز، که شما قبلا در صحبت قبلی تون گفتین روسیه هم میشه که متوقف شوه. من حتی با توجه به احترام که مثلا به شما به شخصیت دارم، شما دارم مامون عزیز، نباید باید نگفته نباید گذاشت که پوتین قبل از اینکه به کرملین را بیفته، این زمان که قدرت سیاسی را گرفت، درست است که مطرح کرد که از این بعد امریکا دیگه ابر قدرتی نیست، اما اینجا یک مسئله است که بسیار خواست که بره به طرف بهبود روابط با غرب. یعنی فقط هدف پوتین است که گسترش ناتو را متوقف بسازه، که نزدیک سرحداتش نبیه. اگر این تضمینه غرب و ناتو درک طرح جدیدی که پس از جنگ اوکراین برای پوتین بتن، فکر نکنم که دیگه پوتین دیگه ماجراجویی بکنه و توسعه طلبی خود آیسته آیسته انکشاف بده به طرف اروپای غربی. فکر نکنم برزی که برای پوتین تضمین اروپا هرگز داده نمیتونه به روسیه. روسیه بسیار یک ساحه استراتژیک که کلان به خود تعریف کرده، یعنی اروپا با وجودی که ناتو را در دست داره چطور میتونه بر از ضمانت بده تا کی؟ ببینید شروع یعنی جنگ یا حداقل تاجم نظامی یا عملیات ویژه که پوتین آغاز کرد، قبل از اگه تانم باشه چندین بار لاوروف روان کرد با ناتو با آمریکا، غیر مستقیم حتی نامه نوشت پوتین که ما حاضر هستیم وارد مذاکره شویم با یک شرط که شما جواب به پاسخ نامی ما رو بدین که اوکراین باید غیر نظامی شوه، شامل ناتو نشه و ناتو آیسا آیسا از گسترش نفوذ خود جلوگیری بکنه. ببینید این هدف اصلی است. یعنی اگر گیریم کمی رقم کار شوه، یعنی همی گپ شوه، مسئله بالتیک چطور میشه؟ سه کشور بالتیک از دست رفته، اون طرفش کالینگراد از رایش بند کردن، یعنی خب بازم همون داستان از سر گرفته میشه من تا پسا اوکراین. خب ببین پس اوکراین اول مسئله مولداوی بسیار مهم است، یعنی تا گفتنم خدا شما دیرو دیدین که سخنگوی پوتین پسکوف خودش ابراز نظر کرد که دو مسئله، دو پروژه میتونه بر ما به عنوان پروژه بسیار خطرناک یک تهدید تلقی شود روسیه، یکی مسئله اوکراین است و یکی مسئله مولداوی است. این از اوزی پروبالتیک چیز نگو. اگر خب پروبالتیک قدر مهمی بود خود در شروع شامل ناتو شده بود، پوتین هم طور امروز اول استاد شد در مقابل اوکراین، در مقابل ازام استاد میشد. ببینید خطر اصلی اوکراین است، اوکراین به خاطر عزیز که یک تحت البحری بسیار مطلی روسیه در حوزه کریمیا است و تلاش غرب، تلاش ناتو چی است که نفوذ قابل توجه خود میکنن که امیال امی عملی که میگن زدن بر آغاز کردن، صرف هدف اصلی ناتو و غرب و تیم زلنسکی همین است که کریمیا رو دوباره بگیرن. این اصلا بر از اون مطرح نیست که دونباس یا شرق اوکراین، مشخصا همی است که باید کریمیا باید دوباره باید مسترد شود بر اوکراین، که ناممکن است به خاطر که این خط سرخ پوتین است که در سال 2014 تونست او را قبضه بکنه. این پس دوباره دادن کریمیا برای
برای برای برای برای بر اوکراین یک خودکشی سیاسی بر شخص پوتین است، یعنی پوتین نمیتونه مثلا از این تیر شود. ولی هم تو شما گفتین مسئله اوزی پروبالتیک یا گرجستان، یا میتونه به عنوان یک خار چشم پسان تلقی شود پس از جنگ اوکراین. ولی آل مطلب قدرت بلا منازه یا قدرت بسیار مطلب امیال مسئله اوکراین است که باید اوکراین باید یا درا دارد یا باید غیر نظامی شود و یا اینکه باید پوتین سر تا سر اوکراین باید اشغال بکنه، وطن در طرف خود قرار بده و یک رژیم را مستقر بکنه که در ضدیت انتی سیویتیس نباشه، یعنی ضد روسیه نباشه. اول متاسفانه شما یعنی میبینید چون این چیزی خب ما دوره اتحاد شوروی حال فاصله داریم، چون این چیزی در وضعیت حاضر کی میشه؟ به خاطر از اینکه کل اوکراین دروازهش باز است به طرف اروپا، اگه دروازهش بسته است پنجرهاش باز است. این رخنه، این کشور رخنه است ای اوکراین، جزی که ناتو بیا همه قسمت های غربی رو بگیره مستقیم که روسیه هم سرد شوه، بخاطر از اینکه امنیت خود اروپا در خطر میفته. در اون صورت هم پوتین اجازه نمیده که اوکراین هم قسمت غربی که شما میگین شامل ناتو شود، ناممکن است. برای اینکه مسافه اوکراین تا مسکو 500 کیلومتر است، یعنی زیاد خونه ایز دیگه. و باز هم همین نگرانی هم هست. در مجموع باید عدم انسلاب سیاست دیتان باید مستقر شود در اوکراین، اینه که یک منطقه آیل باید اعلان شود. این چیزی که پیوسته پوتین خواسته در مشروعی مذاکرات هم، اما تا من قبلا هم گفتم و حالا براتون میگم که اگر چون این تعهد را اروپایا، آمریکا و ناتو قبلا امیر مثلا برای پوتین میدن، من فکر نمیکنم ما با چنین وضعیت جنگی و تلفات و فاجعه که امروز ما با او روبرو هستیم. همین امروز مثلا من دیدم که حتی گفتم در خلطه هایی که ترش یا کسافات میبرن از کامیون امریکای مردای اوکراینی را تا میکنه. این وضعیت تا چه وقت ادامه پیدا میکنه؟ این ناممکن است که ما چه فکر میکنین حالی که ای زده حمله بدون کمک هوایی مردم چیز دادان تو برابر کردن تم تلفات انسانی، بعد از اینا چی میکنن؟ این خوشکست خورد بعدش چی؟ خب ببینین مامون عزیز، امروز من شنیدم که معاون وزیر خارجه اوکراین متاسفانه یک مطلب است میگه دقیقا ما در دیوانه یک گوشیار هم اونجا وجود نداره. آل امروز تقاضای F-18 از استرالیا کرده، از شما کرده. شما ببینین آل اینا F-16 را کجا گرفتن که اینا تقاضای F-18 را میگیرن؟ یعنی دیده میشه که از لحاظ بلوغ سیاسی تیم زلنسکی وابسته بخو گپ هوایی میزنن، هیچ اینمی کسایی که گپ میزنن در اوکراین به شمول زلنسکی حالت روانیشون صحیح نیست. یعنی گپش را بگید از نما پیاده که وقت سرش فکر کنید چقدر هوایی است. خب میگم اینا حتی امروز تقاضای F-18 را از استرالیا کردن. خب یا نه میفهمن که تا اینجا اماهنگی از طرف ناتو و امریکا نباشه، هیچ کشور کوز ناتو چنین مثلا جسارت یا جسارت اخلاقی را بخواد نمیده که بر اوکراین F-18 را بده. اینا ممکن است. خب گیریم که همین F-18 را داد، خب تا بال این موشکای امیار چی کرد؟ کدام گل به هوا داد یا کدام کار شمشیر کرد که F-18 از یابته؟ یعنی ناممکن است. حال چون آسمان اوکراین به دسترس پوتین است مامون عزیز، ابتکار عمل به دست پوتین است. حالا پوتین عملا تانسته که تا در ضد عمله اوکراین که در ظرف 3 روز آغاز شده تحرکات بسیار قابل توجهی را از لحاظ ضربه زدن بسیار فنی واقعا وارد مثلا شده. اما دیلشو یک گپ زده در محضر خبرنگاران گفته که حالا خوش شما شکست خوردین، یعنی باز ببینیم که ما چه خواد کردیم. همین تو یک چیز سربسته گفته، یعنی ما چه خواد کردیم. باز بعد از او خارکوف بمباران شده، یک بخش از خرسون زدن، پولتاوار زدن، دنیپرو پتروفسک زدن، اینجا با هم بمباران رفته جنگنده ها، هم با موشک زدن هم با پهپاد. یعنی چی مانا؟ یعنی حمله، یعنی یک ضد حمله بر ضد حمله، اینطور میتونه آدم بگه؟ خب ببینین تحرکاتی که از طرف ناتو یا از طرف اوکراین آغاز شد به خاطر سازماندهی یک ضد حمله که اینا تدارک شدیدن تا ظرف یک هفته که شده، مثلا اینی به خاطر اینا چون به اون فکر بودن که همونطور اینا در خرسون وارد عمل شدن تانستن که یک بخش از خرسون جدا بکنن و روسیه را وادار به قدمشینی کردن. با مو تفکر، با مو ایده اینا فکر کردن که ما میتونیم که از منطقه دونباس، لوهانسک یا شرق اوکراین روسیه را دوباره مجبور به قدمشینی بکنیم. در حالی که اینجا خوش با دیدن که در باخمود یک بخش قابل توجهی از نیروهای ناتو و غرب به مدت 8 ماه و 9 ماه تا
تونستن که زیاد مقاومت بکنن ولی فایده نکرد. خب باخمود بالاخره شکست خورد. اناره ما در یک تصویر زننده دیگه امکان داره که اگر باز مقاومت ها شکل بگیره، اگر باز هم ناتو تلاش بکنه که برای ارسال اسلحه تجهیزات پافشاری بکنه در تمام اوکراین تا غرب اوکراین، ما درست مانند یک باخمود دیگه میبینیم. امکان داره که سبا فردا نوبت خارکوف شود، یعنی عین وضعیتی که در باخمود شکل گرفت که چیز از او باقی نماند، تنها اسکلیت ساختمان از او شهر باقی ماند. امکان داره که خارکوف هم در شود، امکان داره ادیسه شود. اما پلان اتمی فردا همی است، امکان داره که در هفته آینده یا هفته ای که میآید پلان سر خارکوف است که باید خارکوف باید تصفیه شود، به خاطر که شهر سرحدی است و بسیار نزدیک است. شما امروز تا امروز دیدین که یک انفجار هم در شهر رستوف روسیه شد با مون عزیز که در قسمت دستگاه برقش. و اول مرتان میگم که عملات تروریستی زیاد شکل میگیره هر آنچه که دشمن یا اوکراینی ها شکست خود ببینن بیشتر متوسل میشن به عملات تروریستی. این خود یک درست مون یک فلسفه جنگی است. مثلا اونا هم در ادبیات جنگی خود همیشه میگن که تروریست های روسیه، البته یک صفت است که هر کس به دشمن خود میتن. اینجا یک گپ است که اگر دفتن ناتو یک پیام بده به روسا در این مقطع که یک آتش بس، یک جرامت، یک نرمش، پس مسئله خارکوف که شما میگینی، خرسون که در قانون اساسی روسیه بخش از مادر وطن روسیه تعریف شده، این باز چطور میشه؟ خب ببینید چنین چیزی اول خواهی احتمالش بسیار کم است. من فکر نکنم که زلنسکی تا آخری مرمی را فایر میکنه. تا شما امروز دیدین که او همیشه میگه که ما هیچ وقت راه مذاکره را قبول نمیکنیم جز از اینکه خروج نیروهای روسیه از اوکراین است که بس بسیار منتفی است، یعنی ناممکن است. او خو فایر میکنه، اما کسی که مرمی را برش نتواند چرا فایر میکنه؟ خب عزیز دیگه نول اگر مرمی باز برکش نده که ما با تغییر وضعیت جدید در محاسبات آینده رو برو میشه نگه بازی وضعیت جنگ تغییر میخوره. منطقه اصل مسئله ایست که حالا اراس ناتو اراس امریکا عزیز که بس پس از اوکراین چی میشه، یعنی بعد از اوکراین میشه که پوتین متوقف ساخت یعنی بخاطر از اینکه بعد از اینکه کریمیه را اشغال کرد پیوسته در مطبوعات یا ادبیات غرب امی بود مامون عزیز که میپسن که آل خو پوتین تانست که کریمیه را بگیره بعد از یعنی نیکس چی؟ یعنی نیکس عرف بعدی چی؟ در سوریه یا عملا تانستن که پایگاه نظامی خود دوباره مستقر بکنن و تانستن که ادقل امریکایی را به اقلیشنی تکتیکی وادار بکنن، یعنی عوضه نفوس شوروی سابقه پس دوباره پوتین احیا کرد در سوریه، چون آل یک بخش قابل توجه سوریه زیر تحت نفوس روسیه است و ایتانسته کار فوق‌العاده را پوتین تانست بکنه. این کار در کریمیا کرد. ایناله غرب به می خاطر را میترسه وقت میگه که خب اوکراین خب یک پروژه عدس رفته است دیگه، یعنی واقعا رفته است شد. حالا پس از چی است؟ به می خاطرم کمی تحرکات را که اینا در سر تا سر نزدیک اروپای غربی امروز شما دیدین که در فرانکفورت آلمان تانستن که اینا یک مانور نظامی را شکل بتنه به خاطر تهدید بر روسیه، یعنی به نمایش قدرت. این صرف آمادگی های ناتو و غرب است که پس شکست قطعی اوکراین ما روسیه را بفهمونیم که ما اینجا هستیم، یعنی از این خط پیش آمده نمیتونیم، چون اول پروژه اوکراین دیگه عدس رفته. اینال اینجا یک مسئله که هم تا شما گفتین خاطر چی خارکوف مهم است که شهری که است که تهدید واقعی علیه روسیه اونجا میتونه که به عنوان یک مسئله اصلی بر دراز مدت در سیاست های دراز مدت امکان داره که اونجا به یک نقطه شورش بر علیه روسیه شروع شوه. از خاطرم است که باید و می خاطر شما ببینید همین هدف آمدن شوروی در افغانستان چی بود؟ به خاطر از می بود که اینا از سرحدات جنوبی خود اینا از به خاطر بنیادگرایی میترسیدن که آمدن لشکرکشی کنن، یعنی کدام مسئله دیگه نبود. بسیار یک مثلا میگن که روسا هدفشون این بود که برن به طرف بحرین، اینو به نظر من یک بس منتفی است. یک چیز است که پوتین خودش گفت که ما وصیت‌نامه پتر کبیر عملی میکنیم. این تو بیخی گپ کلان زد. در وصیت‌نامه پتر کبیر گفته که به خاطر اگر روسیه با مو عظمت خود باقی بانه باید از رای برهن تیر شود و پوتین در اولین بار است که نمی اداره کرد. من نمیفهم که در این یک شرایط چی مفهوم گپش با چی انداز از نظر عملی مد نظر بود نفهمیدم. خب منتها اینجا یک چیز است که روسیه بازم اگر اوکراین هم از پوشش بتن جیو استراتیجیک، یعنی فضای جیو استراتیجیک بر روسیه تنگ است. اینطور به نظر میرسه که اینا تا که هست
به طرف اروپا کم کم اینا خزش دارن و از کجا معلوم که جبهه دوم پولند باشه از طریق بلاروس و هرگز پولند اینا نمیمانند که مرکز تجمع تمام آزوفا شود. خب اینطور است، یک چیز دوم از معامل است که بیشتر یک جنگ تبلیغاتی است، اما تو که غرب در عرصه جنگ تبلیغاتی بسیار میخواهد که دشمن حداقل بترسانه یا مهار بکنه، عین کار روسیه و پوتین میتونه که یک مسلمش است و میتونه که یک به خود محفوظ نگه بداره. این حال ببینید وقتی که میگه که ما برخی ها میگن که پتر کبیر درست پوتین جای پای از او پای میمانه، خب ممکن است احتمال داره که ایده‌ای از او را تطبیق بکنه، ولی آل ما با چنین دوران رو برون استیم. حالا دهه چندم است مثلا مارسومین در دهه دوران آیا میه ببین یک رئیس جمهور اینطور بدون سنجش گپ نمیزنه، یک پیامی به پاکستان نیست؟ خب واضح است که خب پاکستان در معادلات جنگ سرد بسیار تانست که نقش مخرب بازی بکنه، حتی تانست که در تقابل قرار بده امریکا و شوروی را و خودش منفعت بسیار قابل توجهی را گرفت و تانست که از خیرات سر جنگ افغانستان به مطمئن بسازه. این ما میفهمیم و حالا مهارت داره که شما قرار آمدین سر نقطه پاکستان متمرکز شدین. اجازه بدین براتون اشاره بکنم مامون عزیز که پاکستان استعداد قابل توجهی را در تقابل دو ابر قدرت دارد، چون در جنگ سرد عین کار کرد و حالا کار کرده میتونه. حالا مثلا میتونه که حتی چند وقت پیش که اقتصادش خوب بود که با میچنین وضعیت که حالا روبروز، یعنی من منظور من از 3 سال 4 سال پیش بود که تا اون وقت میخواست که پاکستان S300 از روسیه بخره، به خاطر چی که خودش حتی در خفا است از آمریکا، ولی روسیه برش نداد این کارو نکرد، بخاطر که توازن قدرت بر هم میخورد. او نمیخواد مثلا که در همسایگی مثلا کشورهای آسیای میانه که بسیار بر روسیه مطرح است، پاکستان دارای 300 یا 400 شود، ولی پاکستانی‌ها تلاش داشتن به خاطر تهدید بکنه هند رقیب اصلی خود در منطقه کشمیر تحت تسلط خود قرار داشته باشه، 300 میخواست که اینا از روسیه بخرن، ولی پوتین حاضر نشد. اما یادتون هست که تو برمی ایران جمهوری اسلامی ایران با شما خونه بیشتر مرم است که حتی S-400 به مشکل روسا بر جمهوری اسلامی ایران داد. یادتان است که چندین سال امی دستگاه اتمی بوشهر چندین سال طول کشید که تا بالاخره روسا هر وقت نقطه ضعف خود اینا در بازی یا معامله می دیدن با امریکا، باز بر ایران اینا وعده می کردن ما بر شما دستگاه بوشهر جور می کنیم، ولی بسیاری طول کشید تا که مجبور شدن که بعد از شما دیدین بعد از این انقلاب اسلامی در ایران عملا آغاز شد. قبل از او امید دستگاه بوشهر مربوط کمپانی آلمانی بود، با آلمان ها جور میکردن. وقتی که تغییر وضعیت شد روس ها یه مسئولیت به عهده گرفتن. این حال روس هم در این محاسبه ناممکن بود که S-400 میدن. این حال امید که شما آمد اینان سر اصل سوالتان میم پوتین درست است که در یک صورت میتونست که تحقق پیتر کبیر تحقق بیافت که در روسیه ملیگراها زیاد قدرت در زیر کنترل خود میداشتن. اول اینا رو بازم اجازه بدید براتون توضیح بکنم مامون عزیز. بسیارا میگن که پوتین چرا عملیات نظامی را، چرا جنگ، یعنی واقعا عملیات نظامی را اعلان نمیکنه، یعنی حالت فوق العاده یا حالت اضطرار. ما میخوایم توضیح بدیم چرا این کار نمیکنه، یعنی از دلیل ما، یعنی از نقطه نظر دید ما. ببینید امیال چون به خاطر چی اعلان نمیکنه که اگر چنین کار را پوتین بکنه که یعنی عملیات نظامی را اعلان بکنه یا آغاز جنگ اعلان بکنه، اون وقت دیگه قدرت اصلی یا سازماندهی جنگ از دست پوتین خطا میخوره و به دست افسرای ارشد جنرالای وزیده روسیه میخوره. باز در وقت اعلان مساله یا انعطاف پذیری بسیار در روسیه سخت میشه دیگه. واقعا جنگ، سرنوشت جنگ آیسته آیسته از دست پوتین میره و به دست جنرالای ورزش مانند جنرال روکوف میفته. به مو خاطر هم است که اعلان جنگ نمیشه. حالا باید اروپا، ناتو، آمریکا شکر بکشن که از پوتین اعلان جنگ نمیکنه. اگر چنین با چنین وضعیت برده که وقتی که پوتین آیست آیست کنار خونم نمیتونه باش بایی که کنار میره، ولی قدرت اصلی رو دیگه رول اساسی رو جنرال های بسیار مطری روسیه دیگه به دست میگیرن. اینا رو براتون بگم در ساختار سیاسی روسیه مامون عزیز، به نظر من این پس از جنگ اوکراین به نظر من باید قدرت بعد جریان سیاسی باید داده شود، یا کمونیست‌ها یا ملیگرایا. به خاطر چی مامون عزیز؟ شما پیشتر شما سر مسئله افغانستان و پاکستان اشاره کردین. برزی که روسیه از لحاظ ارزش های راه بردی، از لحاظ ارزش های ژئوپلیتیک بسیار یک کشور اساس و و و و و, و اثرگذار در سر تا سر دنیا، و باید قدرت اساسی در روسیه
به دست کمونیست ها یا به دست ملی گرای بفته، آل نباید به دست لیبرال ها بفته، چون لیبرال ها میتونن که معامله بکنن شوروی را، مانند شوروی دیروز لیبرال ها میتونن که عملا روسیه را بفروشن، درست که همونطور گورباچوف و یالسن کرد. با اولاز به نظر ما شخصا صرف نظر از اینکه مثلا ما با کدام ایده ها چون در مکتب سوسیالیسم یا کلان شدیم یادم نیست زندگی کردیم، یک طرف به نظر ما پس از جنگ اوکراین روسیه باید از توسط تو جریان سیاسی دو شاخه سیاسی باید کنترل شود، یا ملیگرایا، نه اون تو ملیگرایا که مانند ژیرینوفسکی بود که او خودش میگفت که نه از مسکو تا ایران مربوط روسیه است، اوترام افراطی نه، ولی ملیگرایا که حداقل در یک چارچوب حقوقی بتونه که منافع روسیه را مطرح بکنه و عظمت به روسیه آیست آیست بر بگردانه. و نال در اینجا ما نقص نمیکنیم، مامان عزیز افغانستان نقص نمیکنه، کشورهای ضعیف مانند بنگلادش نقص نمیکنه، ویتنام نقص نمیکنه. به او خاطر خوبتر است که در سیاست آیندی دنیا روسیه کنترلش باید به دست ملیگرایا یا کمونیست‌ها بیفته، در غیر از او اگر به دست لیبرال‌ها بیفته ما با یک سناریوی مشابه دوره فروپاشی اتحاد شوروی قرار میگیریم مانند یالسن گورباچوف که عملا برنامه اصلاحات گلاسنود یا پروسترویکا ریموت کنترلش به دست غرب آمریکا بود، غرب آمریکا میگفت که یلسن چی کار بکنه و چی کار نکنه و ما با دیدیم دیگه. ولی پوتین بود که آمد آیست آیست رقم زد وضعیت در یک صفحه جدید. اما فراموش نکنید ما اون که قبل از اینکه من به این سوال دیگه خود برم، یک مسئله است که وقتی پوتین در وقت اعلان کرد که من اخوان بهبود روابط هستم با آخر، به این مفهوم نبود که نقطه ضعف پوتین آشکار شده. مامون عزیز فراموش نکنید که همیشه همی از می صحبت از سازش که میشه، از مصالحه که میشه، دشمنان کسایی که از لحاظ منطق سیاسی بسیار کم فهم هستن بیشتر ضعف حریف خود یا رقیب خود در مو مصالحه یا در مو پیشبرد سازش آشتی تلقی محاسبه میکنن. عین کار دکتر نجیب الله وقتی مثال ملی ایران کرد، هرچند این مثال ملی مثلا میتود خط اول کرملین در وقت سیاست چند شده بود که مجبور سر دکتر نجیب تعمیل شد، اما به این مفهوم نبود که دکتر نجیب نقطه ضعفش در این مثال ملی بوده بود، در حالی که ما دیدیم که جنگ جلال آباد به وضاحت نشان داد که دستاوردهای قابل توجهی را نشان داد، حتی ما توانستیم که رخنه در بین مجاهدین ایجاد بکنیم، خود به خود دیده شد. اما ایناله وقتی که مثال ملی پیوسته مثلا توانسته که تبعات بسیار خراب هم داشته، منفی هم داشته، چرا؟ وقتی که مثال ملی دکتر نجیب اعلان کرد در حقیقت امر پایه های حزب خود در درون حکومت خود شعنه که تضعیف کرد. وقتی که آمدشاه مسعود با گلبدین حکمتیار اعلان مصالحه کرد، در حقیقت همر در صفوف مجاهدین یا جمعیت اسلامی برخی ها به خیانت آمدشاه مسعود متهم ساختن، عین کار طالب. از این لحاظ من فکر میکنم که سازش و مصالحه بیشتر از زوایای دیگه بر دشمن محاسبه میشه. به اون خاطر است که مثلا یعنی پوتین وقتی که آمد قدرت سیاسی در کرملین گرفت، خواهان بهبود روابط با غرب بود، اما این غرب بود که تعبیر نادرست از چنین سیاست پوتین کرد و فکر کرد که پوتین ضعیف است، نمیتونه که مانند برژنف یا مانند اندروپوف